خوبی که دارید، چه خبر؟ خوش اومدید به هفتمین روز از سری ولاگ های هر روز ولاگ تا نوروز. امروز بیشتر یه ولاگ تمیزکاری دوباره و تمیز کردن آشپزخونه و یخچال فریزه. آشپزخونه که منم مسعود هر سال میشوریم، یعنی آب میریزیم قشنگ زیر اون وسیله برقی و اینا همه آب میره قشنگ مرتب و تمیز میشه. بعد حالا یخچال فریزه هم همیشه میشوریم اون طبقاتش، ولی این سری من میخوام یه کاری کنم، یه سری از این ظروف پلاستیکی دردا بگیرم واسه فریزه، از این نظم دهنده که قشنگ فریزه هم نظم پیدا کنه و از این کیسه پلاستیکی‌ها راحت بشم. یعنی هر سری من اینا رو میریزم آشغالی انگار یه خنجری تو قلبم میره که طبیعت محیط زیست. و الان یه لیست نوشتم که بریم واسه شون اول از همه از اون ظرفای نگهدارنده بخریم و کلی میتونم یخچال و فریزرمون تغییر میکنه. بعد بریم خرید بیایم با هم تمیز کنیم. یخچال و فریزر بهتون نشون بدم که خب البته الان شلوغ‌ترم است، چون مثلا مسعود دیشب این پنیر رو نذاشته سر جاش، اگرنه ما هیچ وقت اینجوری پنیر رو نگه نمیداریم و اونا رو میخوام جا به جا کنم، مرتب کنم اینا، مثلا اون باید شسته بشه، اصلا دیگه ردش مونده. این تو لواشک و آلو اینا جا به جا میکنم، اینا هم که خالی است اگر باید شسته بشن. اینجا قشنگ منظم میشه، اینا همه رو در میاریم ما میشوریم، چون شستنی خیلی تمیزتر میشه تا وقتی که دستمال میکشیم. این از یخچال قبل و بعد نشون بدم، این از فریزر که اون طبقه مرغ و گوشتامونه، مثلا اون خامه رو باید بریزم بره، اون الان یک سال تیرامیسو و پارسال مونده دیگه باید بریزم بره، اونا رو منظم کنیم. این چیه؟ این پنیر پیتزا مثلا باید بیاد اینجا، حالا مسعود گذاشته اونجا. معمولا چیزی رو که خودم انجام نمیدم اینجوری میشه دیگه. اینا رو همه رو تو اون ظرفای نگهدارنده میذارم، اونم کیش میشه که دیگه برش میدارم، چون دوم داشتش وقتی بذارید فریزر یه ذره بتکونیش دوماش خارج میشه. و اینجاها رو همه رو بشورم. بعد اینا واسه سبزی قورمه است که هیچ کارشون نمیکنم، اینجوری نگهدارم میدارم، چون بخواد آب بشه حیف میشه بخوام تو ظرف نگه دارم. ولی سریه بعد که مامانم بخواد برام سرخ کنه بهش از اون ظرفا میدم که تو ظرف بذاره. اینجا هم یه کشو همجوری، حالا وقتی منظم بشه نشون میدم. فهم خواستم یه قبل و بعد بهتون نشون بدم. اینا رو هم در میاریم میشوریم. صبحانه که حالا بهتون نشون میدم منظورم چیه. اینو گرفتم برای رب، چون یکیتون برام کامنت گذاشته بود که با اون ظرف رب اونجوری نزن فریزر زنگ میزنه. اینا رو گرفتم برای صبحانه که حالا بهتون نشون میدم. اینا رو باید بشورم، اینم برای صبحانه. و از اینا دو تا خریدم برای میوه که امیدوارم توی اون جا میوه جا بشه. یه عالم ظرف فریزری از این نگه دارنده های فریزری که اونا رو موقع چیدن میدیم. و این پادری رو هم خریدم برای جلوی در. جنسش از اینه که توش خاک میره، بعد خاک میره پایین نظر میشه دیگه تکوند راحت، از این فرشی ها نگرفتم. همین الان یه جلو فریزر شسته بشن میریم میچینیم و آشپزخونه رو میشوریم. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. بریم بهتون نشون بدم. خیلی خوب شد، خیلی. اول یخچال که همین خیلی یخچالمون چیزه
آخه یخچالمو خیلی خلوته. اینجرم یکیش از این صابونه مسئوله، به خدا من نمیدونم این صابون چی میخوره، یکیش ارده است، یکیش شیره است، یکیش هم شیره و ارده و کره بادوم از این چیزا قاطی میکنه، بعد تو ذوقش هم نمیزنه، خیلی شیرینیش براش مطبوعه. من اصلا بهش فکر میکنم حالم بد میشه، حالا من نمیدونم چجوری. بعد گذاشتمش این بالا، از این بعد صابونه بخوره همینو میبره سر سفره، یعنی سر میز، بعد میاد اینجا میذاره سر جاش مرتب. انقدر صبحم خورد میکرد دیگه. این پایینم ترشی ها رو گذاشتم، آلو رو گذاشتم، حتی ترشی زیادی هم نداریم، این ترشی یونانیه، ترشی بادم جونه، اونم آلو ملگره، گردو، زیتون. زیتون هم توی این گذاشتم، درسته کم مونده ولی ما همیشه زیتون میخریم دیگه، بعد میریزم داخل همین دم. این کشو نون رو گذاشتیم، یعنی ما همیشه نون لواش داریم خونمون و این لواشک رو من گذاشتم، ما اونم بهم داده، وگرنه ما تو خونمون خیلی لواشکی نیستیم. و این یه ذره سوسیسه که حالا فردا درستش میکنم. و اینجا هم جای میوه شد، خیلی خودم راضی نیستم، فکر کنم اینا رو از اینجا بیارم قشنگ این بالا بذارم، چون احتمالا اینجور باشه مسعود خیلی به هم بریزه، ولی به نظر من اینجا خیلی مرتبه. بعد این بالا ژله، پودر ژله که من همیشه واسه عید میخرم که دیدید دیگه، و یه شکلات تخته ای، این آب لیموه، آب قوره است، این دوتا هم بطری آبن. اینجا شیر و این قرصایی که میخوریم و این قرص جوشانامون رو میذاریم، پایینم که سوسا و تخم مرغ. اون پایین واسه کشمش رو گذاشتم، هنوز ظرف کشمش رو گذاشتم ماشین ظرفشویی بشوره، بعد میذارمش این بالا، همین اونجا دیگه خالیه. آلو هم گذاشتم، یه عالم آلو داریم، بابا من بنده خدا هر سر میاد خونم و یه عالم آلو میاره. این از یخچال که درشو ببندم، حالا بریم سراغ فریزر. اینجا این مرغ، خب و ما کلا گوشت تیکه ای نمیخریم، ولی این سری چون مهمون داشتیم از تولد مزو دیگه 1 کیلو خریدیم، بعد نزدیک مثلا 54-55 تیکه موندش که واسه عید دختر خالم اینا میان خونمون، بعد یه شام خورشتی همیشه من میذارم اینو گذاشتم واسه، یعنی دقیقاً این عید خورده میشه و ما اصلا واسه خودمون گوشت نمیخریم. این دوتا، این سه تا فیلن که ما بیشتر فیله میخوریم دیگه، و این مثلا فردا مهمون داریم فیله هاش درشت تره تموم میشه، این دوتا فیلاش ریستر. اون باشتم یه سری از این گردن و این چیزا هست که من اونا رو همچنی میزنم توی سرخ کنه، مسعود خیلی دوست داره، اونم فردا دخلش رو میکنم تمام میشه، اون پشتم خالی میشه دیگه. اینجا گوشتان که فکر کنم هر کدوم 250 گرمی، چون ما یه گوشت 1 کیلویی خریده بودیم و کلشو گرفت دیگه. روبم ریختم داخل این، حالا اگه اوکی بود بهتون میگم. این خمیر هزار لایه که احتمالا فردا تموم میشه، پنیر پیتزاست که این الان فردا تموم میشه استفاده میشه، یه بسته دیگه منسو داره میخره، دو تا بستش میکنم چون ظرف اضافه مون دیگه دو تا مون، یه دونه دیگه میارم، یه پنیر انگار مثلا اون بسته یا رو دو تا بستش میکنم که باعث میشه اینجور خیلی راحت تر آب بشه. این ذرت نخود فرنگی، مثلا نمیدونستم نخود فرنگی دارم، باورتون میشه. اینم اسفناجه که گذاشته بودم یخ بزنه، حالا ظرفش به نظرم بزرگه. و اینم که نونه، نونو که ما همیشه از وجدان کیسهشو داشتیم ولی الان دیگه خیالمون راحت شد. و اینجا این جعفری خورد شده است که همیشه من توی یخچالم دارم، چون من خیلی جعفری دوست دارم تو غذا. اینم بامیه است که یخچال فریزر مادر بزرگم که داشتن خالی میگم یه عالم بامیه فریز کرده بود، بعد تقسیم که این از اون بامیه هاست. و اینم که چیزه لوبیا سبزه، اینو خودم خورد کردم، اینو مامانم بهم داد، مامانم نیمه پخته گذاشته بود. و اینجا خالی، اینجا هم که سبزی قرمه است. حالا کرفس هم باید یه عالمه این تا قبل عید بگیرم سرخ کنم، بعد توی از این ظرفا بخرم یه دو بسته واسه کرفس، کرفس رو بزنم، یعنی بعد بیشتر کنم 3 بسته دیگه، نه نزدیک 5 بسته دیگه ظرف بخرم، مثلا 2 تا برای قرمه سبزی بذارم، 3 تا برای کرفس، که کرفس و قرمه سبزی اونم تو کیسه نباشه. این طرفم خالیه، این فقط سبزی دلمه است، اینو دیگه در نیاوردم گذاشتم. همین من میرم استراحت میکنم، بعد میام آشپزخونه رو میشوریم بهتون نشون میدم. خیلی خوب شد، خیلی. حالا از مامانم عکس بگیرم، کیف میکنه. اینم از
آشپزخونه کفشو کامل شستیم. الان مظنون است که اینجا همه تمیز شده، اینا همه زیرشون تمیز شده. بعد اینا چون کشیدیم جلو و پشتشون هم قشنگ تمیز کردم. خیلی گرد و خاک میگه اگه تمیز نمیکنن حتما میگه حداقل بیارید جلو و پشت این وسیله ها رو تمیز کنید. لباسشون هم خیلی رفت عقب، خیلی خوب شد دیگه. من خونه رو یه دور مرتب کردم، تمیز کردم به جز حالا ظرفا، کل خونه رو تمیز کردم دیگه. الان میخوایم بریم خونه مامانم اینا، البته خریدم بکنیم. فردا مهمون داریم ولی ولاگ دیگه نمیگیرم، ولی واسه شما ولاگ میذارم، یه ولاگ پس فردا میگیرم واسه شما، ولاگ فردا رو میبینید. ولی هم مهمونیم دیگه ولگ نمیگیرم، همچون قضیه قبلی رو میخوام درست کنم. لازانیا و سیب زمینی و پیراشکی و یه سالاد نخود یاد گرفتم، همین چیز خاصی. آها سالاد سزار هم میخوام درست کنم. میبینمتون. خیلی خوب شد یخچال فریزرم، خیلی. حالا از این ظروف فریزری که استفاده کنم بهتون میگم که خوب بودن نبودن، قابل شستشون، چند بار حتی میشه از شستشون استفاده کرد. امیدوارم که مادام العمری باشه. همین، مواظب خودتون باشید. میبینمتون، دارم میمیرم از خستگی، تازه میخوام خریدم بکنم. خدافظ.